الله الرحمن الرحیم سلام شاگردان عزیز امید که همتان جور صحتمند و سرحال باشین خوب شاگردکای عزیز درس امروز ما شروع میکنیم بخیر خیر مضمون ساین صحت و محیط زیست از صنف چهارم شما و موضوعی که امروز میخوانیم رابطه روشنی یعنی نور دیدن و منابع نور یعنی که روشنی دیدن و منابع نور چی قدر با یکی دیگر رابطه دارن و چی رابطه دارن؟ با شما هم رابعه. خوب شاگرد اکای عزیز چی بود تنوان درس ما؟ رابطه روشنی نور و دیدن و منابع نور شما در این تصویر چی میبینین؟ یک تصویر از چشم میبینین گل و آفتاب یعنی که همین چشم ما یا دیدن ما با من به نور و روشنی چی رابطه داره؟ ایر را ما در ای درس می خانیم. به نظر شما وقتی ما چشمای خود را می بندیم چرا چیز را نمی بینیم؟ یا در شب که تاریکی می باشه چرا نمی تانیم اشیا را ببینیم؟ بی یا حداقل وقتی می بینیم مثل یک سایه می بینیم درست نمی تانیم دیدم؟ اینا چی دلیل دارن؟ شما می که پیش خود یک فکر کنین یک تحلیل کنین که چی دلیل بوده میتونه به خاطر از و وقتی که روشنی می باشه چرا ما خوب تر و وقتی که تاریکی می باشه چرا نمی و همچنان یک موضوع دیگه که در درس یاد می گیریم نور از کدام چیزها تولید میشه. ایره هم باید که یاد بگیریم. مثلا وقتی که شب تاریک می باشه ما دیده نمی تانیم. اما وقتی که یک چراغ روشن می کنیم یک شم در می تیم, یا گروپ روشن می کنیم پس دیده می تانیم. پس از کجا هست که نور یا روشنی تولید میشه و ما رابطه چشم ما با دیدن ما و منابع نور و روشنی چی چیز هاست ها خب حال یک فعالیت اینجا است شاگردکا فعالیت را به شما میخوانم شما میتونین که اولی فعالیت را انجام بدین چرا که به شما کمک میشه که درس را خوب یاد بگیریم ای را باید که شما پیدا کنین که در روزها چی چیزها را خوبتر بینیم و به خاطر دیدن این چیزها از کدام بخش نور بر ما لازم است شما چی میکنین شاگردکا؟ یک آینه را در یک اتاق نسبتا تاریک یا در صنف مقابل مقابل شعا یک چراغ دستی مطابق شکل قرار دهید. ببینین شاگردکا اینجا چی هست؟ یک آینه است. شما میگیرین یک چراغ دستی را در یک اتاق تاریک مقابل به آینه قرار بدین. شعایی که از چراغ دستی به آینه میخورم دوباره پس به کجا برخورد میکنه ببینیم پس به آینه برخورد میکنه و کجا میشه پس اینمی فعالیت رو شما انجام بدین ببینین که وقتی نور که از چراغ درسی به آینه میخوره پس دوباره به آینه که انکاس میکنه یا برخورد میکنه چی میشه این نور شما ببینین نتیجهش را پیش خود تحلیل کنین و در کتاب هایتان تصویرش هم رسم کنین و بعد از او بر ما بگوین که کارخانگی شما است که انجام بدین که نوری که با از آینه انکاس میکنه و کجا میره و با استفاده از این عمل شما میتونین که بفهمین که روش یا رابطه که بین نور دیدن و چشم ما هست چگونه است خب حال شروع میکنیم به درس ما نور باعث چی میشه شاگردان نور باعث دیدن میشه یعنی که نوری که در زندگی ما از طریق آفتاب از طریق چراغ از طریق منبع برق که مثلا ما از چراغ استفاده میکنیم یا از هر چیزی که استفاده میکنیم باعث چی میشه باعث میشه که ما اشیا را ببینیم مثلا شما در تصویر مشاهده کنید ببینید اینجا یک چراغ است اگر ما یک چراغ را قرار بدیم و پیش رویش هم یک تخته و در وسط تخته یک سراخ باشه و پس از او اینجا یک چی داشته باشیم یک ما داشته باشیم مثلا یک توپ باشه یا یک جسم می روانیم شما می بینیم که از طریق همی روشنی به این سراخ روشنی چی میکنه؟ داخل میشه و از طریق همی روشنی از جسمی که در مقابل جا وجود داره یک سایه جور میشه پس چی از شاگرد عزیز روشنی که ما می بینیم با منبعی که مثلا از او کجا از کجا روشنی را رو میگیره بسیار زیاد به هم دیگه چی دارن ارتباط دارن هرگام مثلا این روشنی نباشه ما ای جسم در اینجا دیده نمیتونیم و حتی نمیتونه که یک سایه هم داشته باشه وقتی روشنی نباشه جسم از خود چی نمیتونه سایه هم داشته نمیتونه مثلا در تصویر دیگه برتان نشان میتم شما در اینجا خوبتر و بهتر میتانین که چی کنین ببینین که چقدر نور دیدن و چشم ما و من بیش با هم در ارتباط است ببینین شاگردکا اینجا شما یک چراغ می میبینین چراغ روشنی تولید میکنه اول چی میشه؟ به چشم ما روشنیش نکاس میکنه بعد از او از طریق نکاس روشنی چشم هم و تو به نکاس میکنه هم به چشم ما که بعد از او ما میتونیم ببینیم که اینجا چی هستم؟ یک توپ است اما اگر همیچ چراغ نباشه ما نه توپ را دیده میتونیم نه کدام روشنی به چشم ما نکاس میکنه پس از اینجا چی میفهمیم شاگردان؟ که هنگامی که روشنی بود روشنی انگاس میکنه به هر چیزی که ما میخواییم ببینیم بعد از او توسط همین روشنی که ارتباط مستقیم با چشم ما داره ما میتونیم هر جسمی را که بخواییم هر چیزی را که بخواییم در چهار اطراف خود ببینیم دیدن میتونیم و توسط چشم خود از او دیدن میکنیم خوب شاگردکا ای بود یک مثال در مورد ای که با چشم خود ما چطور میتونیم چار اطراف و, و توسط من بیروشنی ببینیم شما میتانین که فعلا ما به شما میگم این فعالیت را میتانین پیش خود انجام بدین چشمای خود را بسته کنین آیا چیز را دیده میتانین هیچی نمیتانین شاگرده بلی یعنی که وقتی که ما چشمای خود بسته کنیم. هیچ نور وجود نداره دیده نمیتونیم چرا که چی است شاگرده که چشم ما و نوری که در چار اطراف ما است هر چیزی باشه از آفتاب باشه از برق باشه ضرورت داره اما اگر مثلا شاگرده وقت تاریکی می باشه شما چشمای تانه بسته میکنین کاملا تاریک است اما وقتی که یک چراغ وجود داره وقتی شما چشمایتان بسته میکنین یک روشنی بسیار کم بینیم چرا شاگردا به خاطر که نور از پوست نازکی که جلو و چشم های ما قرار دارد چی میتونه عبور کرده نمی‌تونه. یعنی بسیار یک تو می‌کنیم میکنیم که اینجا روشن است یک چراغ یا یک روشنی سفید اینجا وجود داره اما اشیار دیده نمی‌تونیم. از پوست نازکی که در چشم ما در جلو چشم ما است وقتی ما چشمای ما را بسته میکنیم توسطش بسته میشه از این نور نمیتونه چی کنه عبور کنه و به چشم ما برسه یا مثلا در شب یا در جای تاریک چرا که نور وجود نداره باز هم اشیا رو چی نمیتونیم دیده نمیتونیم به همین دلیل هست که ما به نور ضرورت داریم که تولید شود مثلا آفتاب بسیار نور زیاد تولید میکنه و در روز چی میکنه؟ همه جای روشن میکنه و ما همه جای را دیده میتونیم مثلا یک چیز دیگه که چراغ دستی گروپ برق شم آتش و بعض چیزهای دیگه هم هستن که چی میکنن؟ نور تولید میکنن و ما میتونیم درست از او اشیا رو ببینیم اما مهمترین چی است؟ مهمترین منبع نور و بزرگترین منبع نور آفتاب است که ما می توانیم هم منابع نور را ببینیم و هم در روشنی اجسام در روشنی چی کنیم دیگه اجسام را دیده بتانیم پس خلاصه میگیم که بزرگترین منبع نور چی از آفتاب است. اما اجسام و دو طریق چی میشه؟ نور تولید میکنه یکیش به کدام نوه تولید میشه؟ دو دو نوه است شاگردکا یا اجسام به دو نور تولید میکنم. اینجا میشه که به شما نشان بدم تولید نور در اجسام به دو نوع است یکی که خودشان خود جسم نور تولید میکنه و یکی که از منبع دیگر میگیره حال میبینیم که امی اجسام که خودشان نور تولید میکنن و یا از منبع دیگر میگیرن چی چیز هستن مثلا آفتاب شمع و یا آتش اینا چی هستن خودشان نور تولید میکنن و به چشم ما میرسن اما نور که از یک جسم نورانی گرفته میشه و به جسم غیر نورانی میرسه و بعد از او دوباره به ما چی میکنه انعکاس میکنه ما دیده میتونیم او اجسامی هستن که خودشان نور تولید کرده نمیتونن مثلا یک سنگ را در نور آفتاب وقتی میبینیم که نور آفتاب به سنگ میتابه پس از روی آن انکاس میکنه چی میشه؟ به چشم ما میرسه. این جمله از جمله چی هست؟ از جمله ارسامی هست که توسط خودشان نمیتونیم ما ببینیم یعنی اجسامی که خودشان نور تولید میکنن ما مستقیم دیده میتونیم اما اجسامی که خودشان نور تولید نمیکنن از منبع یا از چیزایی که باعث میشه کنار روشن کنه از او طریق ما میتونیم که انکاس را به چشم ما ببینیم و شاگردکای عزیز چند اصطلاح هسته که شما باید یاد بگیرین خاطر درس آینده ما یکی بخاطر درس جدید ما یعنی درس جدیدی که یاد گرفتیم اجسام که نورانی هستند برسام گفته میشن که نور تولید میکنن اجسام غیر نورانی اصطلاح اول ما اجسام نورانی بود اصطلاح دوم اجسام غیر نورانی اجسام غیر نورانی چی هستن که خودشان نور تولید نمیکنن و انکاس ای چی هستن وقتی که شما به چیز نگاه میکنین او از منبع روشنی نور به خود میگیره یعنی نور از او بر جسم انکاس میکنه و دوباره به چشم شما میرسه امی مرحله را یا مو روشنی که از توپ یا به یک جسم به چشم شما انتقال پیدا میکنه انعکاس میگن مثلا در تصویر ببینید روشنی به برگ میخوره و دوباره به چشم شما همی مرحله که انجام میشه ایره بنامه انکاس یاد میکنن خب شاگردک های عزیز ای بود درس امروز ما بعض اصطلاحات در ما رو درس امروز ما یاد گرفتین و خدا کنه که از درس امروز فایده گرفته باشین و یاد گرفته باشین و با روز خوش داشته باشین شاگردک ها خدا